درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو جهانی نوروز و همینطور کسانی که از طریق صفحات مجازی برنامه گفتگوی ویژه امروز ما رو دنبال میکنن. به یکی دیگر از برنامه‌های ویژه این هفته خوش آمدید. برنامه امروز ما در مورد خبری است که چندی پیش رسانه‌های هندوستان در 9 جون منتشر کردن، مبنی بر اینکه هند در پیان است تا کانال‌های ارتباطی با مقامات و رهبران طالبان برقرار کند. در 22 جون هم رسانه هندوستان تایمز یک خبر دیگری را منتشر کرد که گویا ملاقاتی میان مقامات هندی و رهبران طالبان در قطر صورت گرفته. این مسئله باعث واکنش بسیاری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران شد و بسیاری از یک تغییر کلان در سیاست خارجی هند در قبال افغانستان سخن زدن. امروز می‌خوایم مسئله ملاقات طالبان با مقامات هندی را به بحث و گفتگو بنشینیم. بحث امروز ما این است که ملاقات هند و طالبان چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟ این ملاقات چه تأثیری بر روند صلح دارد؟ وای اصلا سوال اساسی است که سیاست هند تغییر کرده است در قبال طالبان یا نه؟ مهمان من در برنامه جناب آقای مصطفی مدثر، کارشناس روابط بین‌الملل هستند. آقای مدثر سلام، وقت شما بخیر. به عنوان سوال اول می‌خواستم از شما بپرسم که به نظر شما این خبری که منتشر شده در مورد ملاقات مقامات هندی و رهبران طالبان، این ملاقات چی پیامی میتونه داشته باشه برای دولت افغانستان، برای طرف‌های درگیر در روند صلح افغانستان؟ سلام جناب آقای ابراهیمی عزیز، سلام به شما و شنوندگان گرامی. بسیار ممنون از اینکه مرا دعوت کردید. ببینید، این موضوع تازه نبود. من فکر میکنم که در دو سه ماه اخیر چندین خبر از نقل قول مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و هندی و همچنان قطری ها به بیرون درست کرده. تا هنوز هم هیچ یکی از مقامات هندی مشخصا در این مورد صحبت نکردند. ما میبینیم که دیدگاه‌های بسیار متفاوت در مورد گفتگوها وجود داره. اولین بار آقای خلیلزاد در قطر مطرح کردن که هندی ها باید مشخصا نگرانی خود خبرنگارا سوال کردن که خبر من داره نگرانی میشه؟ بله بله بفرمایید. بله صدای شما رو دارم. بر اولین بار آقای خلیلزاد موضوع رو مطرح کردن و بعد شانمی بود که هندی ها بسیار نگران هستن و هندی ها باید مستقیما نگرانی های خود مشخصا مطرح کنن با رهبران طالبان. بحث دوم میشه که بازم یکی از رسانه‌های هندی که شما نقل قول کردین گفتن که تماس ها برقرار شده، اما بازم بحث دیدار نبود. اما آخرین مورد را نماینده هندی با طالبان دیدار کرده. از این مشخص میشه که هندی ها روی طرزشان نسبت به طالبان تغییر کرده، اما این تغییر یک تغییر نیست که سیاست خارجی هندوستان تغییر کرده باشه. برداشت ما و یافتهای ما نشان میده که هندی ها تقریبا در یک جبر تاریخی قرار گرفتن. طالبان به عنوان یک واقعیت هستند در جامعه افغانستان و پس از اینکه ایالات متحده آمریکا به عنوان هژمون در نظام بین الملل و در محیط بین الملل آمد، با طالبان عملا پیمان امضا کردن. شمار زیادی از کشورهای منطقه آمدن با طالبان رابطه برقرار کردن و بعد کشورهای منطقه، یعنی از نیست که روی کردشان نسبت به طالب تغییر کرده باشه، بلکه میگن اگر فردا طالب ها یک بار دیگه به سر قدرت بیان بازی ها ناگزیر هستن که مجبور از رهگذر پاکستان وارد شدن، هم هند و هم سایر کشورهای منطقه. به دلیل ازی که هنوز طالبان کلگی نماینده های بلا منازعه یا ابزار به این خاطر ما فکر میکنیم اینی ها از ناگزیری بوده. بازی برمیگرده و دو بخش سوال شما. یک بخشش که متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان نتانسته که اجماع منطقی را چیزی را که همیشه وزیر خارجه و نهادهای مقامات حکومت افغانستان میگن، ما فکر میکنم که حکومت افغانستان در اجماع منطقی متاسفانه تا اینجای کار ناکام بوده و طالبان از این موضوع بسیار استفاده کرده و باز تاکید میکنم که هند از ناگزیری رابطه برقرار کرده. اما نکته ظریف اینجاست که تا هنوز هیچ مقام هندی را تایید نکرده. درست. چیزی که من از صحبت‌های شما جناب آقای مدثر برداشت کردم این بود که شما ایره یک پیام از ایره میدانید که دستگاه دیپلماسی افغانستان حداقل در مسئله اجماع منطقه‌ای شکست خورده و اشاره داشتن که این اثر ناگزیری مجبور شده. به نظر شما همین مسئله تعامل و همین مسئله که مجبور شده حتی هند با طالبان هم بشینه و صحبت کنه، آیا کدام تاثیر مشخصی بر روند صلح افغانستان خواهد داشت؟ ببینید، برداشت من این است که گفتگوهای صلح افغانستان هم میدانهای جنگ، هلمند و قندهار و زابل و
ننگرهار رو بدخشان تعیین میکنند. به هر میزانی که جنگ میدانای جنگ در افغانستان داختر شد، اگر طالبا یک گام بیشتر سایی بیشتر می داشته باشن، اگر حکومت افغانستان بتانه شمار زیاد از ولسوالی ها که طالبا تسخیر کرده بگیره، بازی یک بازی پیچیده است. ایالات متحده امریکا آمده به دلیلی که از افغانستان خروج داشته باشه و به قول خودشان او خروج مسئولانه داشته باشه، آمده یک پیمان را امضا کرده با ایالات متحده امریکا و کشورهای منطقه به یک ناگزیری قرار دادن. همین کشورهای منطقه که طالبان به عنوان گروه تروریستی به ویژه هندوستان میشناسند، حتی ایران آمد زمانی که دیدن که کشور به بزرگی ایالات متحده امریکا می پیمان امضا میکنن، آمدن یا با طالبان رابطه برقرار کردن. اما هیچ کدام از این در میز مذاکره تاثیر آنچنانی ندارن. هم کشورهای منطقه و هم طالبان نگاه میکنن که جبهات جنگ چقدر داغ میشن. هر کی که تانست اراضی بیشتر بگیره، هر کی تانست که فشار بیشتر بر دیگه وارد بکنه، فکر میکنم که گفتگوهای صلح به نتیجه میرسه. وضعیتی که بیرون است، ما میخواییم فقط در مورد طالبان از فرصت داشته باشیم یک مقدار کوتاه صحبت بکنم. طالبان تصور خیلی است که پس از خروج ایالات متحده امریکا، پس از اینکه پیمان به امضا شده و حکومت افغانستان دیگه 3-4 ماه بیشتر دوام نداره، به خاطر بیشتر از اینکه با گفتگوهای صلح بپردازن، تمام تلاشانی است که اراضی بیشتر بگیرن، جغرافیای بیشتر بگیرن، جنگ روانی بیشتر را انجام بدن. به اون زمان در نهایت روز طالبان میان حالا چیزی که حکومت پیشنهاد میکنه، حکومت تا به طالبان میگه شما بین وارد انتخابات چه، شما بین وارد ساختار قدرت چه. طالبان استراتژیش این است که رأس قدرت بگیره و سایر گروه های قومی را و سایر گروه های سیاسی را جریان سیاسی را در افغانستان بگه که شما بین ما بازید. تلاش طالبان این است. من فکر میکنم صحبت کردن هندوستان با طالبان یا صحبت نکردنشان هیچ تأثیری بر میز گفتگوهای صلح نداره، اما کاری که میکنه طالبان یک مقدار پرستیش میده و دیدی که هر چقدر که شما زیاد از دولت ها و کشورهای منطقه با طالبان صحبت بکنه، اعتماد به نفس و پرستیش طالبان بالا میبره. درست. بیایم در مورد مسئله هند کمی بیشتر صحبت کنیم. یکی از گزینه‌هایی که گاهی وقتا از سوی برخی از تحلیلگران و برخی از نویسندگان مطرح می‌شد بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هند میتونه به عنوان یک بدیل امنیتی، یک برای تامین مسائل امنیتی و مسائل نظامی باشه، حداقل برای تامین اسلحه و اینها باشه، و افغانستان میتونه به عنوان توازن به سمت هند خود متمایل بسازه. آیا شما فکر می‌کنید که هند واقعا میتونه یک بدیل خوبی باشه؟ ببینید امید بدیل این یک چیزی که همیشه دوستا صحبت میکنن، ایالات متحده امریکا هیچ بدیل متاسفانه نداره. ما این باید قبول بکنیم، نه چین نه روسیه و هند. خاطر اگه شما بین جسد خارجی هند بررسی بکنین و نیازمندی هایش، هند تنها از جمله کشوره ایست که بیشترین نیازمندی ها را به کشوره مثل چین، روسیه، اسرائیل، ایالات متحده امریکا و کشوره اروپایی داره. هند خودش تولید کننده است، به هنه ایست این یک خریدار بسیار بزرگ از دست جان. در وقتی که ببینین همین سیاست دفاعی هندوستان رو بررسی و اگر اصلا هند دولید میکنه از ارتش خود هند دولید نمیشه، بلکه هند یک خریدار کلان به سطح جهان است. بسامانه بعد از عربستان و سعودی و امارات، هند تقریبا سومین چهارمین خریدار از سطح جهان. من فکر میکنم هیچ بدیلی نمیتونه که شود و ما ناگزیر هستیم که چند مسئله که در مورد خروج مطرح میشه، در مورد خروج ما باید بریم به طرف بومی‌سازی. این که دوستان من مطرح میکنن که هند میتونه یک بدیل شه، من فکر میکنم که هیچ نوع بدیل به هندوستان نمیتونه بده، در اینکه هند یک کشور تولید کننده مسئله های سبک است، مسئله های استراتژیک است. درست. در مورد هند، مسئله که گاهی با توجه به صحبت‌های شما میتونستم دو چیز برداشت کنم. یکی که هند را شما خیلی بازیگر چندان مهم در روند صلح ندونستین. آیا برداشت ما درست بود؟ ببینید، من میگم که هندوستان بازیگر در روند صلح هست، اما این که تبعه با طالبان رابطه برقرار بکنه یا برقرار نکنه تاثیر آنچنانی نداره. این دیها میخواین در امور افغانستان بازیگر باشن، خالی بازیگر از طریق طالبان میخواین باشه، از طریق حکومت افغانستان نمیخوای، از طریق گروه ها میباشه. فراموش نکنیم که همین هندوستان شما را از رهبرهای اینه که با پاکستان رفته بود و شما را از رهبرهای که تا با پاکستان نرفته، مثل آقای اسماعیل خان، مثل آقای عطا محمد علی، مثل آقای دکتر عبدالله و سایر کسا رفتن به هندوستان صحبت کردن. هند به این باور آیستای ترشیده که افغانستان یک بخشی از واقعیت افغانستان است. یک بحث دیگه رو که در مورد طالبان ما میخوایم به صراحت بگیم، چیزی رو که آقای عمران خان مطرح کردن، کسایی دیدم که طالبان نه در گذشته کل حکومت افغانستان را گرفته بودند و در تمام اراضی افغانستان هم که
تشکیل هم ایندیا میدانم هم کارشناسا به این باور هستن و هم خود ایالات متحده آمریکا. حتی پاکستانه که طالبان بانوان عقبه استراتژی یا بانوان عقبه راه گردی طالبان یاد میشه، حتی پاکستان آیسته آیسته به این باور رسیده به دلیل اینکه در اواخر دو صحبت بسیار کلیدی عمران خان داشته، یکی گفته که ما نمیخواهیم که اشتباه گذشته را تکرار بکنیم که از یک طرف همیشه پاکستان حمایت میکنه، و بحث دومش این است که طالبان پاکستان به هیچگاه طالبان به تنهایی نمیتونن کل قدرت را بگیرن. اما چیزی را که اینها میخواهند تلاش دارن که اگر بتونن یک مقدار طالبان را مستقل تر بسازن. ببینید محیط بنگال چیزی به نام صداقت رفتار، چیزی به نام صداقت در سیاست وجود ندارن. دوست دائمی است دشمنم، اما مقوله معروف ریال استارت چیزی که دائمی است منافع ملی است. هندی ها من امو چانس آزوایش میکنند که ببینن اگر با طالب ها که اگر فردا یک بخش از افغانستان را کنترول میکنند باید مراوده داشته باشن و رابطه داشته باشن. کاری را که فراموش نکنیم که در زمانی که حکومت جدیدی به قدرت رسید حکومت هندوستان همیشه از حکومت دکتر مجید حمایت میکرد و میانه خوبی با مجاهدین نداشت. همین که فردا مجاهدین به قدرت رسید هندوستان از اولین کشورهایی بود اقتصاد رو برانگیخت چرا و رابطه بسیار خوب داشتن. بعد از اینکه رابطه حکومت استاد ربانی با پاکستان تیره شد شما میبینید که بیشتر حکومت مجاهدین به هند تمایل نشان داد. از هند به دنبال منافع خود است، نه به دنبال یک مشخص ساختار مشخص یا از گروه مشخص یا از قوم مشخص حمایت. بسیار خوب، ممنون از شما جناب آقای مدثر که در بحث شرکت کردیم و همینطور ممنون از شنوندگان عزیز رادیو نوروز که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردن. برنامه ما به اینجا با پایان میرسه. همینطور شنوندگان میتونن خلاصه ای از گفتگو را به صورت نوشتاری و همینطور متن کامل کلیپ کامل گفتگو را در وبسایت ما نیز دریافت کنن. تا برنامه دیگر، بدرود.